أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلامی مؤمنین خدا، همتان به خانه خدا خوش آمده. سلسله بحثمون درباره اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مورسیده بودیم به اخلاق پیغمبر درباره عقل، درباره عقل یا درباره افتهای زبان. دو بابده که بحث میکنیم، هم عقل هم بحث و مناظرمون درباره افتهای زبان. از زبان امام غزالی صحبت کرده بودیم که حضرت گفته بود استیم که عقل چیست؟ اما القلب فهو لوح منقوش بقدرت الله تبارک و تعالی المعتبرت بالید و نقوشه العقل والایمان والعلم یقینی والعقل هو الفارق بین الحق والباطل. نزد امام غزالی قلب داریم ما، گفته است که عقل در قلب است. نزد امام مسلمانو عقل در کجا بوده است؟ در قلب. بسیاری ما گمان میکنیم که عقل در سر است، اما عقل در قلب بوده. این قلبی که ما یک پنجه گوش داریم، علما بحث کردیم گفتن یا این اساس گفته نه، قلب گفته در اینجا روح میگم. یعنی عقل در روح ما بوده است، برای که این جسم ما ممبر میلوشد اصلا میشود، اما روح کار شده و میتیه. عقل قطعی همو میرود، ایمان قطعی همو میرود. عقل گفته است در چی بوده؟ در قلب بوده. قلب چیست؟ قلب گفته است او یک تخته هست که با قدرت خداوند حق چخل در همی دستکم می نویسی. خداوند همین چیه را در همون قلبی ما نویشت. یک تش چی بوده است؟ یک تش عقل. من اگر روز یک رسوم باشم، دستش قلم می گیره، در همون تخته کشیدن می گیره رسمه. یعنی قلب همون روحی ما بوده، روانی ما بوده است که پروردگار در بدن او عقل کشیده بوده است. ایمان هم در درونی همین بوده است، ایمانم در درونی همین بوده است. با علمی یقینی. علمی چی؟ علمی یقینی. یقین چیزا میگن هر چیزی که لا تقبل فیه تشکیک، هر چیزی که شک قبول نکنه او یقینه. از اگر ما گویم که چراغی سبز ده میروان، یگون کس شک نمیکنه. سبز میگه حرکت های، زرد اموده شو، سرخ بیست. همین علمی یقینی میگن. از اگر ما گویم که پایتخت همین کشور مسکو است، اما تو میگه یقینی های. هیچ مال دیگر شهر نیست. یعنی که علم یقینی اون چیزی را میگن که ما باید هم خیلی یقین داشته باشیم قیامت حق است، یقین داشته باشیم پیغمبر حق است، یقین داشته باشیم ملائکه حق است. همین علم یقینی میگن. خداوند همین را در روح ما نوشتگی بوده است. اول عقل نوشته است، بعد عقل به ایمان بوده است. بعد عقل چی بوده است؟ ایمان. عقل نباشه ایمان کی در کار است؟ عقل چیزی بزرگه، این به حد هدیه کلون است. بعد این علم یقینی بوده است. بعد حضرت امام غزالی گفته عقل چی را میگن؟ گفته عقل آن چیز را میگن که حق از ناحق جدا کنی، ضرر ای فایده جدا کنی، نام همین عقل بوده است. هر کسی که ضرر ای فایده جدا کرده تونه، حق از ناحق جدا کرده تونه، انا همون انسان عقل داره. روی عن علی رضی الله تعالی عنه قال ان الله عز وجل خلق العقل من نور مكنون مخزون في سابق علمه لم يتل عليه ملك مقرب به يأمر وبه ينهى. حضرت علی کرم الله وجهه گفته است که خداوند عقل از نور پوشیده در خزینه بجای در گذشته که حال انسان نبود او را خلق کرده گیرد، او را خلق کرد، بجاش کرد. گو تو یک روزه میشه که من تر در داخل دوست داشته ترین مخلوق میمونم، دوست داشته ترین مخلوق هم در تر من میمونم. آخه پیچون در سابق او بود، بر او هیچ کس معلومات نیافت. حتی ملائکه های مقرب درگاه از این امانت به خبر بدن این سیر ای چی؟ از آفریدن عقل. خودی خدا میدونیسه خلاص.
ҳатто ҳеҷ кас хабар надоштааст. Ай чӣ? Ай ақл. Ай ақле ки Худованд дар мо ӯро додагӣ бидааст, метимана дод дар мо, мо соҳиби ақлем. Ай ҳамин ҳатто малоикҳо хабар надошта будааст сиям Ҳазрати Али. ҳамуро Худо халқ карда, печонда, пинҳон кардагӣ будааст. Макнун буда, печида шуда, пинҳон аз нури илоҳӣ халқ шуда будааст. Ягон малоикаи муқарраб ӯро чӣ кор накард? Надонист. Худованд амр кард ки ба воситаи ин ақл гуфт, ман шуморо амр мекунам, ман шуморо наҳӣ мекунам. Мегум брав, мегум бест. Агар дидагӣ боши имрӯз, андак техникаҳо месозанд, ба як пулт идораш мекунанд. Пулти мо ақли моай. Худо моро ба ҳамин идора мекунад. Бика накӣ, брав нарав, шава нашава, а не. Ҳам ба воситаи анамин Худо моро идора кард. Номи ҳамин ақл будааст. ولی علم هو علم بالله بعد از او عقل که من بعد از این پروردگار علم آور در او جا کرد علم چیه گفته عقل به علم همیشه در خطا های اساسا گفته است عقل اون چیزی را میگن که در پیش او روشنی پیدا می شود از علم این شناخت خدا بوده هر کسی آفرندش شناخت او صاحب عقل های. هر کسی آفرندش کافت او صاحب عقل های. عقل در نزد امام غزالی ای شناخت خدا به خود داده میشده است. نزد امام غزالی ای چی به خود داده میشده است؟ شناخت خدا و به احکام الله تعالی به فرمان های خدا. ما مسلمان مخی در نزد مسلمان ها عقل یک جوهری، عقل یک مقصد یک مخلوق الهی که ای نور خلق شده بده است. غیر خدا کسی او را نمیدانست است. حتی ملائکه های مقربی درگاه نمیدانستند با واسطه این امر و فرمان های خدا ناکردنی هایی که خدا امر کرده همو اجرا کرده می شود با واسطه این علم حاصل می شود علم شناخت خدا های فرمان خدا های انا این آدم صاحب عقل های اکنون این نقطه نظر فکر کنیم که انسان هایی که خدا را می شناسند چقدر عقل های بزرگ دارند حتی که یکی از فیلسوفا نوشته است که یگان عالم در دنیا گفته ای ما ندیدیم که به خدا باشند یگان عالم به خدا نیست است یگان اختراع کار به خدا نیست ولی امروز صحبت میکنند که علم اثبات کرده است که خدا نیست هم خیلی گپا هست کدام علم و علم صاحبش کی است این تهمت است حتی تحقیقات ها رفته است از زمان یونان قدیم تا به امروز یگان عالم اختراع کار نبوده است که به خدا باشد همش به خدای یگانه ایمان داشتیم یگان انسان کسی از عالم ها را میشناسیم در این دنیا همش آدم های الهی بودیم کدام چی در مسیحیت چی در یهودیت چی در اسلام چی در کجای نباشد همه اینها آدم های الهی بودستیم کسی تهمت میزنه امروز برای به خداگی او تهمت میزنه میگه یگان عالم نیست که او خدا را نشناسد همش این آدم های خدا بودستیم چی چیز عقل رسوا میکنه چی چیز عقل رسوا میکنه چهار چیز یکمین چیزی که بهودگویی اولین چیزی که عقل رسوا میکنه آدم زیاد گم زنه بهودگویی دویوم با همنشینی آدم های جاهل بهودگو باشی جاهل قدی رفیق باشی حقی که حلق تازه نباشه کسرت و زیحک زیاد خندی این چهار چیز گفته امام غزالی این عقل رسوا میکنه زیاد خندیدن حرام خوردن صحبت جاهل گپی به معنی این چهار چیز عقل کم چکار میکرده است عقل رسوا میکرده است انسان هایی که خواهند که عقلشان نجات یابه باید اینا رفیقای خوب قتیشینن کی قتیش میشینین که قدی صحبت میکنی که قدی گپی هستی باید فکر کنی زیرا این که صحبتی او تأثیر میکنه عقل دا دویم چی بده است؟ زبان احتیاط شویم هر خیل گفتن هر خیل گپ زدن هر خیل صحبت کردن گپای بیمعنی این عقل انسان دا ضربه میزده است دیگری از این آوردگی بده است که خوردنی حتی شبه حرام نیه که شبه عقل رسوا میکرده است چهارمش زیاد خندیدن خنده بیمعنی هم عقل رسوا میکرده است عقل ده نو میشه عقل سالم و عقل صاحب علت عقل سالم این اولین درکی بده است در نفرای الهی هر کسی که خدا یگانه را میشناسه به خدا یگانه ایمان داره عقل و سالم است برای انامین اختراع کارا اینا به خدا ایمان دارن که خدای خیلی نیروها داده انشونه این خیلی نیروها اونها صاحب شده استیان
هیچ مال گمون نکنه که این چیزی که اینو ساختیان اینو خدا رو نمیشناسن، همه این خدا رو میشناخته است. دیگرش که بناست قلب بدبخت، قلب بدست که زید خدا، عقل سقیم، عقل بمعنی، عقل کم و عقلی که بسیار ضرر آور بدست، خدا ای را داده که این عقل همه را به چالش و به اغوا میکشه. عقل بدست که خدا دا دشمن برای یکم، کسی خدا دا دشمن برای خیلی عقل بد داره، کسی آفرنده خودش زید برای عقل بد داره، کسی آفرنده خودش شناسه، آفرنده خودش تسلیم شوه، این انسان عقلش پر ره هست. برای همین آدم های عالم و اختراکارا اینا آدم های الهی بدگیان. ما نداریم یکان دانشمنده که از خدا دور باشه، همه این آدم های الهی بدن. کسی که خدا دور شوه و عقل نداره، عقل و عقل رزیل هست، عقل و عقل جاهل هست، عقل و عقل هسته که انسانیت و تمدن شوه کسی را که نباشه و سوی تاریکی ببره میرسونه. قسمتی از علما گفتند که عقل سه نوع میشود: عقلی که متعلق به دنیا های، عقلی که متعلق به آخرت های، عقلی که متعلق به خدا های. بهترین عقل انما عقلی بوده که آدم به خدا برده میرسونده. عقل سه تقسیم کردیم: عقلی که فقط برای دنیا در کار است، من امروز دنیا دارم، عقلی زور دارم، این اختراعات را بین، این پیشروی را بین، این تمدن ها را بین، این شهرسازی ها را بین، این پیشروی ها را بین. اما این عقل موقتی های بین تیز می روید، آثارش هم می روید. اما اون عقلی که وابسته به آخرت های، این عقلی مومنین خدا بوده های. فکر میکرده های که میکرده است که اخی او دنیا دارم، اخی یک چی کردن در کار برای او دنیا مونم، اخی او دنیا هست های، مومنیم دیگر دنیا سر می شود. او آخرت چه فکر کنه؟ عقلی که فقط به خدا فکر میکرد است، رسیدن شو و خوشنودی خدا داد، این بلندترین درجه عقل بوده است. این نقطه نظری امام غزالی. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته بوده استیان که لا مال اعوذ من العقول یا ای انفع لصاحبه فی الدنیا والآخره. یگان مال با فایده تر گفته برای صاحبش، این خیلی فایده کلان رنگ عقل ندیدم. امام غزالی گفته است. چی گفته بودن؟ یگان فایده رنگ عقل نیست. برای همین ای قفای عقل شوی میگه، ای قفای تجارت عقل شوی، عقل را پر کنی، عقل را قوی کنی، عقل را راست کنی، عقل را کامل کنی. عقل که کامل شوی همه ایچ پیش ما میبیاید. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن اساکر هم آوردگی بده این حدیث روایت کرده است که یگان چیز با فایده تر مثل عقل ندیده بودم گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یگان چیز رنگ عقل با فایده نبوده، با ضرر عقل هم بزیبه، با ضرر هم داره برای آدم. فایده با فایده ترین چیز در دنیا برای بشر این عقل کامل بوده است. و فی الخبر روایت شده که بوده است که ان جبرائیل علیه الصلاه و السلام اتا آدم، حضرت جبرائیل پیش آدم آمده بوده است، گفت است یا آدم اینی اوتیتو کبی ثلاث فختر واحدتا منها. ای آدم من در تو سه چیز میمونم، یک تاش اختیار کن. فقال پس گفت ای جبرائیل او سه تا چی ای؟ حضرت عقلموند، حیارموند، دینموند. در پیش آدم علیه صلات و سلام جبرائیل همین چند چیز مونده بوده؟ سه چیز: عقل، حیار، دینموند بوده است. حضرت آدم عقل اختیار کردیم. چرا اختیار کردیم؟ عقل. فخرج جبرائیل الی الحیاء و دین. جبرائیل حیار قطی دین گرفت رفت. وقتی رفت نزد خدا که از جانب خدا امر شد که ارجعا یا ارجعا، هر دو شب بازگردان بر ده پیش عقل مان. ای خدا چرا؟ خدا امر کرد که عقل به حیا و دین نمیشوه. عقل به چی نمیشده؟ به حیا و دین. این اکنون معلوم شد که عقل کدام وقت کامل میشده؟ آدم دیندار باشد. عقل کدام وقت کامل میشه؟ آدم حیا داشته باشه. حیا و دین نباشه و عقلم حیوان هم داره، هم حیا و دین نیست که صاحب عقل رو چکار کرده استیان. حیا و دین نیست که دیگر هم جانوری وحشی میگردن. حیا و دین نیست که دیگر بمب را میگیرن میریزن هزار آدم جانش میگیرن، پروا ندارن دیگر. برای آدم بی حیا و برای آدم بی دین فرقش چه؟ فرمان خدا و رسول،
فرقش چیه؟ من خدا غضب میکنه یا نمیکنه پرواش نداره، بروج و دین نداره و حیو نداره. این خل عقل با پناه طلب کردن در کره. حضرت جبرائیل علیه صلوات و سلام عمر میگه همی رموند. این ابن عباس و امام سرخسی هم روایت کرده گی بده است، ابن ابی دنیا هم آورده گی بده است که الدین و العقل و حسن الخلق در یک روایت دیگر اخلاق هم بده است که خداوند اخلاق هم آورده بده است. بعد از اون امر میکنه که اینا بر اینو به عقل نمیشون اخی، عقل کی باشه حتما حیو را میبیوره، عقل کی باشه دین میبیوره، عقل کی حیو نبیوره، عقل کی دین نبیوره، این سه تا به یکدیگر زندگی کردن میتونستان. حضرت آدم چرا قبول کرده که بده است؟ عقل یا قناتش حیو بده یا قناتش دین. هر کسی دین داره، هر کسی حیو داره و عقل داره. اگر همینا رو هر دوش نداره و عقل نداره، او عقل هم نداره، او عقل او غریزه و او همون حرکت حیوان هم داره، حیوان هم غریزه داره در بدنش، با همون غریزه ای داره میشوه. وقتی که آدم حیو نداشته باشه، آدم دین نداشته باشه، یک کاروی میکنه حیوان میکنه، باور کن جامعه حیوان هم کارو نمیکنه. برای همین خداوند عقل برای ما تیار قنات های عقل، یکش حیو بده یکش چی دین. ان علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت علی کرم الله وجهه روایت کرده که بود است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتیان خلق الله تعالی العقل من نور مخزون مکنون فی سابقین علمه الذی لم یتل علیه ملک مقربین. حضرت علی کرم الله وجهه گفته که بود است یعنی که پیغمبر خدا گفت خداوند خلق کرد عقل از یک نوری در گنجینه پنهانی بسیار روشنی در گذشته ای که انسانیت ولی وجود نداشت خلقش کرد، او قتی در او را چنان دانست، همین گونه او را خلق کرد، در او علم در داخلش جواب جا کرد، حتی ملائکه های مقرب خبر نداشتن ولا نبیین مرسلین پیغمبر را خبر نداشتن. فجعل العلم نفسه در جان عقل، علم جان عقل کرد. جان عقل چی بده؟ علم، زهد تقوا را سر عقل کرد، مهربانی را روی عقل کرد، حیا را چشم عقل کرد، علم زبان عقل، حکمت یعنی که دوست داشتن علم زبان عقل کرد، خیر مزه عقل کرد. بعد از او گفت کسی پیش رفت پیش رفت، کسی عقیف آمد عقیف آمد پیغمبر خدا، کسی پیش دستی کرد با همی کارو گفت عقلش بلند شد، کسی گفت کم آمد گفت عقلش کم شد. عقل با خودش جان داشته، جانش علم بوده، عقل با خودش سر داشته، سر تقوا بوده، عقل با خودش مهربانی داشته، روی داشته، روی عقل مهربانی بوده، عقل با خودش حیا داشته، چشم داشته، چشم عقل حیا بوده، عقل با خودش زبان داشته، زبان چی بوده؟ دوست داشتن علم بوده است، عقل با خودش طبع مزه داشته، مزه او خیر بوده. این همی سبب قدی عقل به خود داده می شود که کی عقل داره کی نه، این همی چه به خود داده می شود که کم عقله کی پر عقله، که عقل داره کی نداره. این حدیث روایت کرده امام زبیدی در کتابش. این همه جا عقل معلوم کرده می شود که صاحب عقلی که صاحب عقل نیست. ثم قال، بعد از او خدا گو سخن گو ای عقل، گو الحمدلله الذی لا ند له، ای شکر تو خدا، همه تعریف و حقیقت تر الحمدلله میگم که تو شریک نداری، مانند نداری، مثل نداری، همنشین نداری، ایواز نداری، همه چیز در پیش عظمتی تو هیچی ای، ای حیبت خدا میگه عقل در سجده افتاد. ای حیبت خدا عقل در چه غلطید؟ در سجده، در پیش خدا سجده کرد، گفت ای پروردگاری بزرگ. بعد از این خدای حق گفت به عزت و جلالم قسم میخورم ای عقل، یگان چیز دوست داشته تر مثل تو خلق نکردم، یگان چیز خداوند رنگ عقل دوست نمیداشته، یگان چیز گو مثل تو دوست داشته تر خلق نکردم، ولو احسن یگان چیز مثل تو زیبا خلق نکردم، یگان چیز مثل تو این گونه مهربان خلق نکردم، یگان چیز مثل تو با زینت خلق نکردم، یگان چیز مثل تو عالی مرتبه خلق نکردم، با واسطه تو من عبادت میشم،
با واسطه تو من یگانه شناس میشم، با واسطه تو ایمن میترسن، با واسطه تو ایمن امید میکنن، با واسطه تو مردم صاحب تقوا میشوند، با واسطه تو صاحب ثواب میشوند، صاحب عذاب میشوند. ای عقل تو چه مخلوق بزرگ مایی. این همین که این همه ما را چی اداره میکنه امروز؟ همه چیز مومد چی میخیزن همه ما را ایجا؟ ما را بسوی خانه همون چی میبره؟ زیباترین گنجینه خدا در بدن ما هایی که الله او را خودش دوست میداشته نموشی به دست؟ عقل یکان آین همی خیل عقل تعریف میکنه؟ یکان آین همی خیل عقل دوست میداره؟ این شنیدن برابر میگه فخر العقل، عقل در سجده غلطید نزد خدا هزار سال سجده کرد. چند سال؟ هزار سال. بعد از اگه سر تا بردار، عقل سر شا برداشت. ای خدا، ای پروردگار، ای تو میپرسم هر کسی را که من در اون میمونی صاحب عقل میکنی همو را شفاعت که یاردم که هر کسی را خدا عقلی بلند داده بوده از کم عقل درش میدرومده. عقل خودش دعا کرده اگه بوده که خدای تو هوای خود نجاته. برای همین انسان ها بعد اگه بازگشت میکنن توبه میکنن معلوم بوده است که من عقلشان دعا کرده اگه بودیم که یفتن پر آمدن او را شفاعت که بیاروش. خدا گفت شاهد باشه ای ملائکه های من کسی که در بدن او همین قدر عقل دادگیم که مرا شناسد من او را بخشیدم و صاحب جنت کردم. کسی که همین قدر عقل داره مرا شناسد، همین قدر عقل داره مرا تسلیم شود، ای ملائکه شاهد باشه من در نزدیک شوم چیکار میکنم؟ او مرا شناخته که آمد. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن حیات الارض بالناس، زندگی زمین با آدم زیب داره. این زندگی با چی زیب داشته؟ این مسجد با آدم زیب داره، این کوچه با آدم زیب داره، این بازار با آدم زیب داره، همه جا با آدم زیب داره. آدم نباشه کی در کنم اینو؟ جناب پیغمبر تا که زیب این زمین آدم ها هن، زیب آدم ها که روح شونه. زیب آدم چی بده؟ روح شون. روح نباشه همه جسد کی در کنه. زیب روح گفته عقله. زیب عقل گفته علم های، زیب علم عمل های، زیب حیات عمل گفته اخلاص های. هر کسی ای را داشته باشه او مومن خدا های. برای همین این گونه توصیف کرد عقل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خدای ما را برای راست هدایت کرد، خدای ما را عقلمون را کامل گردون. این قدر چیزهایی که رسول اکرم گفت اینا را عمل کنیم و عقلمون را پر کنیم، عقلمون را صاحب بال کنیم، عقلمون را صاحب نش و نما و پنجه زدن ها کنیم که عقل ما میوه و حاصل دهد. خدای ما را صاحب عقل کامل گردون. اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وانت خیر الفاتحین. آمین آمین.